اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هی المأوى. با نام یاد پروردگار متعال عرض سلام دارم خدمت شما همراهان گرامی برنامه عارفانه. وقتتان بخیر باشه. امیدوار هستم که همه شما بینندگان عزیز و بزرگوار از سلامتی و تندرستی کامل بهرمند باشین و انشالله که ساعات و دقایق عمر شریفتان مالامال از یاد خداوند متعال باشه. خوشحال هستیم که در یک روز زیبای دیگر از طریق برنامه عارفانه در خدمتتان قرار گرفتیم تا بتونیم انشالله برگی دیگر از معارف اسلامی را انشالله ورق بزنیم و تلاش ببرزیم که در مسیر قرب الله گام بزنیم. در خدمت شما بینندگان عزیز گرامی هستیم. صحبت ما انشالله همچنین روزهای شنبه دیگر باز هم پیرامون فضائل و رذائل اخلاقی است و امروز در صدد معرفی و شناخت بیشتر یکی از فضائل زیبای اخلاقی هستیم تحت عنوان مودت و دوستی. افتخار داریم که در خدمت استاد محترم دانشگاه و فاضل گرانقدر جناب آقای حسینی بزرگوار باشیم و از محضر ایشان در این برنامه در معیت شما بینندگان عزیز بهره مند بشیم. خدمت شما جناب سلام داریم، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران شما و بینندگان محترم عرض سلام دارم و امیدواریم که در این لحظات نزدیک به اذان مغرب از دعای خیر بینندگان عزیز هم ما را هم شما و همه عزیزان را از دعای خیر فراموش نکنن ان شاء الله. تشکر می‌کنیم استاد از دعای خیرتان و از حضور ارزشمندتان در برنامه امروز عارفانه. ان شاء الله می‌خوایم پیرامون مودت صحبت بکنیم. دوست داریم در ابتدا مثل همیشه یک مفهوم شناسی داشته باشید و تعریف از این فضیلت اخلاقی. خدمت شما عرض کنم که مودت و محبت و فارسیون دوستی جایی است که بین دو نفر و دو موجود یک ارتباط قلبی و علقه و علاقه شدید قلبی وجود داشته باشه. وقتی انسان میل به کسی پیدا کرد و در واقع او را در داخل قلب خودش جا داد و نظر مثبت به او داشت و در واقع محبت داره. البته بین محبت و مودت یه تفاوت اجمالی هست که بعضی نظرشون بر اینه که مودت یک مقدار درجه بالاتری از محبت را شامل می شود، لذا گفتن که حسن الخلق یورث المحبه و یؤکد الموده. حسن خلق باعث می شود محبت را جلب کند و مودت را تعمیق بکند و تأکید بکند. مشخص می شود که مودت و محبت رابطه تساوی ندارند با اینکه مفهومشان نزدیکه به هم هست. لذاست که در یک روایتی نقل شده اذا احببت رجلا فاخبره، اگر کسی را دوست داری به اطلاع او برسان و بگو که دوستش داری. اینطوری نباشه که این محبت در قلب باشد و هیچ ابراز بیرونی نداشته باشد. فانه اثبت للمودت بینکما، که اگر اون محبت ابراز بشود مودت و علقه عمیق دو طرفی و به تعبیر دیگر عشق بین دو شما ثابت تر و ماندگارتر می شود. به همین خاطر بحث محبت و مودت یا فارسیون میشه محبت یک ارتباط قلبی است بین دو نفر، اما در صرف رابطه قلبی و علقه قلبی که هیچ آثاری نداشته باشد نیست، بلکه به هر حال اگر محبتی هست باید در رفتار، در گفتار، در منش، در تعاملات و ارتباطات باید خود را نشان بده. یک جایی باید معلوم بشود که این محبت واقعا وجود داره. اگر هست نشانه باید داشته باشه. نشانگان محبت معمولا در رفتار معلوم می شود. این از حیث توضیح اجمالی راجع به مفهوم محبت و مودت و دوستی. البته گفتن که یک تفاوت دیگری هم بین محبت و مودت یادم اومد خدمت شما عرض بکنم، اینه که گفتن مودت نقطه مقابل و ضد عداوت است. عداوت و دشمنی نقطه مقابلش می شود مودت، اما محبت نقطه مقابل بغض است.
بغض و کینه به هر حال یک مسئله قلبی است، نقطه مقابلش هم می شود محبت، اینم قلبی است. ولی عداوت چون یک نوع در واقع مبارزه و تضاد علنی است و مودت هم باید طبیعتاً بروز بیشتر از محبت داره و لذاست در رفتار بیشتر خود را نشان می دهد و لذاست که در آیات مختلف قرآن کریم و روایات منقول از حضرت ختم مرتبت و اهل بیت او صلوات الله علیهم اجمعین روی محبت و ارتباط قلبی انسان هم با دین، خدا، پیغمبر، اهل بیت او و با عموم مؤمنین و مردم تأکید شده. که یک نکتهش هم اینه که انسان، خود کلمه انسان از انس گرفته شده و انسانها طبیعتاً موجودات اجتماعی‌اند و در کنار همدیگر با انس و الفت و محبت با همدیگر میتوانند زندگی بکنند. اگر انسانها با همدیگر محبت نداشته باشند زندگی ندارند که از او لذت ببرند، یعنی اون طوری که باید و شاید از زندگی خود لذت نمیبرند. مثل اینکه یک تعداد انسان در غارهای جداگانه زندگی بکنند، یک زندگی حیوانی. اگر زندگی بخواد انسانی باشد این محبت و مودت باید باشد. یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض بکنم که بعضی از علما فرمودن که ما چند درجه و چند نوع محبت داریم. یک محبت جبری و غیر ارادی است که ارتباط و علاقه کل نظام تکوین با خالقش، با خداوند متعال، که اتینا طائعین، این تعبیر در قرآن کریم هست که کل عالم تکوین ارتباط با خالق و خداوند متعال داره و او به دلیل اینکه خالق همه این موجودات ارتباط داره و بین موجودات هم چون خداوند متعال یک پیوند تکوینی و برقرار کرده، عالم تأثیر و تأثیر متقابله. این یک درجه از محبته که خب از بحث ما خارجه. بحث دوم محبت غریزی است، یا گاهی تعبیر میکنن از او به محبت مادرانه، که این محبت معمولا هم در انسانها هست و هم در حیوانات هست ده. که حیوانات هم نسبت به فرزندانشان محبت دارن و لذاست که هیچ حیوانی نیست که مثلا مادر باشد و به فرزند خودش مثلا شیر ندهد. حالا پرنده باشد، چرنده باشد، حیوان زمینی باشد، یا دریایی باشد، یا هر نوع در واقع موجودی باشد، این ارتباط علقه غریزی به صورت طبیعی در وجود همه هست. درجه سوم از محبت که بیشتر مورد بحث ماست محبت اخلاقی است. محبت به عنوان یک فضیلت اخلاقی در روابط و ارتباطات انسان با سایر انسانها و با اولیاء دین و با خداوند متعال، که البته یک درجه بالاتر و درجه چهارم از محبت هم هست، محبت ایثارگرانه، محبتی که محب حاضر است که همه هستی خودش را فدای محبوب کند، عاشق حاضر است که زوب در محبوب شود و در واقع این بالاترین درجه محبت است که مخصوص اولیای الهی است و عرفایی که درجه بالایی از معرفت را پیدا کردن و اونا دعا میکنن که خدایا ما را فنای در ذات خودت قرار بده و تلاش میکنن که این محبت، رشته محبتشون اشد حبا لله، چنان شدید و عمیق بشود که زوب در محبوب بشود. بسیار عالی، خیلی استفاده بودیم، استاد تشکر میکنم. خب قطعا آیات کریمه قرآن و روایات فراوان پیرامون این فضیلت اخلاقی بیان شده. اگه بخوایم فقط آیات روایات رو بررسی بکنیم بدون در نظر داشتین که چه روایاتی آثارش بیان کرده، چه روایاتی مثلا پیامدهای عدمش بیان کرده، دو سری مثلا این آثار بفهمید استاد، در صورتی که انسان از نظر اخلاقی مزین باشه به محبت و مودت با انسان‌های دیگر، چه آثاری از نظر زندگی اجتماعی و فردی میتونه بر او داشته باشه؟ اول این رو باید بگیم که محبت انسان‌ها با همدیگر و
ارتباطات قلبی انسان ها با همدیگر، به هر حال از انسانی که عاقل باشد و بفهمد چه به منافع خود و چه به زندگی جمعی فکر بکند، سوای نکاتی که در دین گفته شده، ارزش های دینی روی تاکید شده، حتی اگر کسی ایمان هم نداشته باشد به همین منافع اجتماعی و ارتباطی و دنیایی هم تأمل بکند، باید ارتباطات محبت آمیز را تقویت کند و افزایش بدهد. به قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید نشانه عاقل بودن هر انسان اینه که با دیگران رابطه در واقع محبت آمیز داشته باشد. تعبیر اینه که رأس العقل بعد الدین التودد الی الناس، رأس عقل و درجه بالای از عقل و خردمندی این است که انسان با مردم تودد و مودت داشته باشد، محبت عمیق داشته باشد. اگر دیگران را ما دوست داشتیم، طبیعتاً این به قول بابا طاهر عشق یک سر درد سر، و معمولاً تأثیر و تأثری که دلها روی هم دیگر داره، وقتی من که دیگران را دوست داشتم و این دوست داشتن در اعمال و رفتار و گفتار و منش من نمایان شد، طبیعتاً دیگران هم بنده رو دوست خواهند داشت و این تعامل دو طرفی می شود و فضای عمومی جامعه می شود یک فضای محبت آمیز. و خود محبت از این جهت که انسان به دیگران عشق ببرزد، و از طرف مقابل از این جهت که بنده و انسان مورد محبت و لطف و احترام و تکریم دیگران قرار بگیرد، این به عنوان یک دو تا از در واقع نیازهای اساسی بشر ذکر شده. آقای مازلو نظرش اینه که این هم عشق و علاقه به دیگران، هم مورد احترام به دیگران واقع شدن، از دو طرف در واقع جز نیازهای بشریه. اگر انسان بخواهد زندگی انسانی داشته باشد، باید با دیگران محبت آمیز رفتار بکند تا از محبت اونها هم بهرمند شود. بهرمند بشه. خیلی تشکر میکنیم. استاد زنده باشین. بینندگان ارجمند با ما همراهی بفرمایید. وقفه کوتاهی خواهیم داشت و یک مناجات زیبا را میشنویم و انشالله باز میگردیم تا صحبت خدا در رابطه با مودت و دوستی ادامه بدیم. تشکر میکنیم از همراهیتون عزیزان بیننده و سروران ارجمند. صحبت ما در رابطه با فضیلت مودت هست و اجازه بدین که با کسب اجازه از استاد بزرگوار آقای حسینی فرمایشی از فرمایشات نورانی حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم را تقدیم بکنیم. حضرت فرمودن الا و ان ود المؤمن من اعظم سبب الایمان، آگاه باشید که دوست داشتن مؤمن و مودت نسبت به مؤمنین یکی از بزرگترین اسباب ایمان هست. این قضیه در این حد اهمیت داره که از اسباب مهم ایمان ما هست و لذا باید بیشتر پیرامونش معرفت کسب بکنیم. در خدمت استاد هستیم و صحبت در رابطه با آثار و فواید مودت و دوستی ان شاء الله ادامه میدیم. بفرمایید استاد. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده می فرماید المودت و قرابت مستفاده، مودت یک قرابت و قوم و خیشی است که انسان کسب می کنه. یعنی ما دو نوع قوم خیشی داریم، یک نوع قوم خیشی خونی است که انسان به صورت ژنتیکی به هر حال با یک تعداد افراد فامیل است، قوم است، یک تعدادم که از طریق دوستی در واقع با ما نزدیک می شوند. و بعضی از دوستهای انسان از بعضی از اقوام انسان به انسان نزدیکتر و مفیدتر به حال انسانن. لذا ما باید به همه چیزهایی که به ما کمک می کند که این محبت بین انسان و دیگر مؤمنین در واقع ریشه بدواند و گسترش پیدا کند و تعمیق بشود، باید اون عوامل رو پیدا کنیم و در صدد در واقع تعمیق محبت ها و مودت ها باشیم. در روایت نقل شده که بعضی از عوامل هست که باعث جلب
قلب محبت دیگران می شود. در یک روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید ثلاثتون یوجبن المحبه، سه چیز است که موجب جلب محبت دیگران می شود. بعد فرمود یکی حسن خلق است، یکی رفق و مدارای با مردم و یکی هم تواضع در مقابل دیگران. از رسول اکرم نقل شده روایت مشابه و از امام صادق علیه السلام نقل شده می فرماید که المود سلاستون تو رسول محبه، سه چیز است که محبت را به دنبال میاره، مثل که انسان ارث مال ارث میبره، اینجا محبت را انسان به ارث میبرد. بعد فرمود یکی دین است، یکی تواضع است، یکی روحیه بخشندگی و بذل و جود است که انسان داشته باشه، انسان جواد و بخشنده را و انسان متواضع را و انسان خوش اخلاق و انسانی که با دیگران رفق و مدارا میکند، مردم او را دوست دارن. و اگر این محبت شدید بشود، وقتی محبت انسان به دل دیگران بیفتد، طبیعتاً دیگران روی عیب و ایراد ما و اشکالات ما کمتر زوم میکنن. این هم یکی از پیامدهای خوب ارتباط محبت بین افراده که انقدر گاهی این محبت روی نوع نگاه افراد تأثیر میکند که به تعبیر روایات گاهی انسان عاشق نسبت به معشوق خودش کور و کر میشود، یعنی هیچ گونه عیب و ایراد نمیبیند و نه در مورد او میشنود و میپذیرد. رضا در روایت از رسول اکرم نقل شده که حب و کل شیئن یعمی و یسم، محبت اگر شدید باشد انسان را کور میکند چون عیبهای طرف مقابل را نمیبیند. از اون طرف هم با ما سفارش کردن عیب مؤمنی را نبینید، ولی اگر به حدی شد که فرد مقابل یک درجه در واقع زیادی از انحراف و مشکلات اخلاقی و اعتقادی اینها را داره، خب اینجا ما وظیفه داریم که محبت اون فرد رو در دل نداشته باشیم. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، و از اون طرف نسبت به ارزش‌های دینی و اعتقادی هم همین است. در مورد محبت یک نکته دیگه هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم، اون اینه که محبت انسان به طرف که نقطه مقابل انسان قرار داره، خب اونم درجات داره. یک وقت هست ما محبت داریم به اعضای خانواده، یک وقت هست به فرزند انسان، به همسر انسان. اینا جز سفارشات اکید اسلامی است که اعضای فامیل نسبت به هم اولا محبت داشته باشن، ثانیا محبتشان را نسبت به هم دیگر علاوه بر این که در عمل نشان میدهن، به زبان هم ابراز بکنن و بگوین که هم دیگر را دوست دارن. و بعد محبت و دوستی نسبت به اقربا و اقوام به عنوان سله رحم، که یک بخشش کمک مالی به اونهاست و بخش عمده از اونها به همین احوالگیری و محبت کردنهای عاطفی و اخلاقی برمیگرده، و درجه بعدی ابراز محبت و دوستی با همسایه ها و انسانهای مؤمنی که در جامعه و در محل کار و در شهر با اونها مراوده داره انسان. اینها را در واقع هم انسان نظر مثبت داشته باشد و با اینها دوست بشود، و طبیعتاً با این دوستی ها و محبت ها و مودت هاست که ارتباطات و در واقع علقه های دو طرفی بیشتر می شود و تعمیق می شود. تا این ارتباط و این محبت قلبی برسد به یه جاهای بالاتر، محبت نسبت به پدر و مادر، محبت نسبت به استاد، محبت نسبت به شخصیت‌های دینی و علمی، خب اینها طبیعتاً محبتشون لازم‌تره و عمق محبت انسان به اینها باید بیشتر بشود. تا چه برسد به این که محبت انسان به اولیای الهی که درجه بالای از محبت، بر این که این محبت است که ما را به سمت اونها میکشاند تا از اونها الگو برداری کنیم، اقتباس کنیم، تأسی کنیم، به عنوان قدوه و اسوه خود قرار بدیم. به ویژه اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین
که مودت به اونها به عنوان اجر و مزد رسالت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده در قرآن کریم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر بگو که من از شما امت و از اصحاب خودم و از پیروان خودم هیچ گونه اجر و مزدی مطالبه نمی کنم غیر از یک چیز، اونم مودت نزدیکان و ذوی القربای شخص وجود نازنین پیغمبر، که در روایات اینها به فاطمه و علی و حسن و حسین و سایر اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده و محبت ما به اونها می شود اجر و مزد رسالت پیغمبر، و این محبت قلبی است که ما را همیشه به سوی اونها میکشاند و زیر پرچم اونها که در واقع زیر پرچم پروردگاره. بالاتر از او محبت به خود شخص وجود نازنین پیغمبر، و بالاتر از او محبت به ذات مقدس پروردگار عالم و خالق هستی است که در بعضی از آیات قرآن روی این نکته خیلی تأکید میکنه که شما نه تنها خدا رو باید به عنوان یک تکلیف دوست داشته باشید و ارتباط قلبی باشد، بلکه هر کسی که در نقطه مقابل خدا قرار میگیرد و رابطه اش با خداوند متعال خراب است، باید با اونها قطع ارتباط قلبی داشته باشین. تعبیر اینه که لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، کسانی که ایمان به خدا دارن، ایمان به روز قیامت دارن، اینها را نمیتوانی پیدا کنی که یوادون من حاد الله، که اینا مودت کسی را داشته باشند که با خداوند متعال سر دشمنی داشته باشد. حالا حتی اگر فکر کنیم اون دوست ما در ظاهر باشد، همسایه ما باشد، قوم خیش ما باشد، هر کسی که باشد، اگر کسی که با خدا و رسول خدا سر دشمنی داشد، ولو کان آباهم آباؤهم و ابناؤهم و اخوانهم و عشیرتهم، هر یک از اینها باشد، پدر انسان، فرزند انسان، برادر خواهر انسان، قوم و خویش و عشیره انسان باشد، اینها را نمی شود محبتشان را در نقطه مقابل محبت خدا قرار داد. قلبی که اگر کسانی که با خدا نباشند در قلب انسان مؤمن جا ندارند. انسان پس یکی از شرایط محبت و ارتباط قلبی اینه که کسانی باشند که اهل ایمان باشند که محبت اونها با محبت خدا در یک دل جا بگیره، و اگر این نباشد نمی شود. در سوره دیگر می فرماید، در سوره توبه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر پدر و فرزند و برادر و همسر و قوم و خویش شما و اموال اقترفتموها و دارایی دنیایی شما اینها پیش شما محبوب تر باشد، و تجارتون تخشون کسادها و داد و ستدی که و برای سود دنیایی اونها رو در حال راه انداختید، و مساکن طیبه و مساکن ترزونها، خانه های زیبایی که دارید، اگر اینها پیش شما محبوب تر از خداوند باشد، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و از فتربصوا حتی یأتی الله به امره، تا منتظر باشید که عذاب الهی نازل شود. پس انسان نمیتواند خانواده، کس و کار، مردم، دیگران را محبت داشته باشد در صورتی که اون فرد دشمن خدا و دشمن دین، دشمن پیغمبر یا دشمن اهل بیت پیغمبر باشد. خدا خیرتون بده. خیلی استفاده کردیم. ان شاء الله در بخش بعدی توضیحات بیشتر از اصل خواهیم شنید. بینندگان محترم با ما همراه باشین. پس از وقفه‌ای که خواهیم داشت ان شاء الله ادامه برنامه تقدیم حضورتان خواهد شد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اجازه بدین که با شنیدن این تواشیح زیبا حدیثی را هم از وجود بابرکت و منور خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم بکنیم، که فرمودن النظر الى الاخ توده في الله عز وجل عباده. فرمودن نگاه کردن به چهره برادر ایمانی از روی مودت و دوستی عبادت هست. در خدمت استاد بزرگوار آقای حسینی هستیم، و در این بخش که بخش پایانی صحبت ما خواهد بود، میخواییم در رابطه با همین اهمیت مودت
و لازمه این مودت که نقطه مقابلش هست از کنیم خدمتتان که عداوت و بغض هست در بخش قبلی اشاره فرمودن، فرمایشاتون ادامه تن استاد بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که ما در ارتباطات قلبی و القه های قلبی بین خود و انسان های دیگر باید یک معیار داشته باشیم. این معیار میتواند هر کس بر خود یک معیار تعیین کنه، ولی به عنوان یک انسان مسلمان مؤمن امت پیامبر خاتم طبیعتاً باید معیار رو از قرآن و سنت بگیریم. معیار قرآن و سنت این است که خداوند و ارتباط با خداوند اگر کسی باشد این القه قلبی باید باشد، و اگر نباشد طرف مقابل ارتباط با خدا با دین با پیغمبر ندارد، ما هم با او ارتباط قلبی نداشته باشیم. و از اون طرف اگر کاری را چیزی را دوست داریم، فردی را دوست داریم یا فعالیتی را دوست داریم، این فعالیت برای اینکه ارزشمند بشود بر اساس منابع روای ما باید این محبت هم لله و فلله باشد. لذاست که این همه روی محبت خدا به بعضی از بندگان و عدم محبت خدا به بعضی دیگر از بندگان مورد تأکید قرار میگیرد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیامبر بگو که اگر خدا را دوست دارید از من پیغمبر اطاعت کنید، اگر این طوری بشود یحببکم الله، خدا می شود محب شما و عاشق شما. و از اون طرف خداوند متعال گفته که ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب المتوکلین، ان الله یحب المقسطین، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یا والله یحب الصابرین، ان الله یحب المتقین. این تعابیر که خداوند متعال انسان صابر، انسان متقی، انسان محسن و نیکوکار، متوکل به خدا و انسان عدالت گستر و انسان توبه کننده را دوست دارد، پس یعنی که من اینا معیار میده به من نوعی مسلمان مدعی ایمان که این گونه باشم، یعنی از این دسته ها از بندگان الهی باشیم. ولی وقتی از اون طرف میفرماید که خداوند متعال لا یحب المفسدین، لا یحب المسرفین، لا یحب المستکبرین، لا یحب المعتدین، یعنی اهل فساد، اهل اسراف، اهل تکبر و همینطور اهل تجاوز به حقوق دیگران و تجاوز از مرزهای دینی و اعتقادی نباشیم. بنابراین اگر ارتباط ما با سایر انسان‌ها هم ملاک باشد، اینجا معیار همون دین است و قرآن است و دستورات الهی. به تعبیر پیامبر فرمود احب عباد الله الی الله، محبوب ترین بندگان خدا پیش خدا، انفعهم لعباده، کسانی است که به مردم بیشتر خدمت کند و تعامل بهتری با بندگان خدا داشته باشد. در یک روایتی دیگر امام صادق می‌فرماید احب العباد الی الله عز و جل، محبوب ترین بندگان پیش خداوند متعال، رجل صدوق، انسان راستگو و راست کردار است که محافظن لسلواته و ما افترز الله علیه، هم نمازش را و همه سایر فرایزش را محافظت بکند، مع اداء الامانه، امانتدار هم باشد. و از اون طرف به ما هم گفتن تازه همه کارهای خوب را هم کردیم، ما تمام فضائل را باید در دل جا بدیم و محبت اونها را داشته باشیم و از همه رذایل اخلاقی هم اجتناب بکنیم. افرادی که اهل فضیلت مآب و فضیلت منده محبت داشته باشیم، افرادی که دنبال رذایل اخلاقی هن رفتارهای رذیلانه دارن از اونها اجتناب بکنیم. تازه این مسئله را هم باید از باب الحب فی الله و البغض فی الله، یعنی نیت ما هم تازه در این محبت ها و در این بغض و کینه ها، در این تولی ها و تبری ها باید لله و فی الله باشد. به قول امام باقر علیه السلام و سلام فرمود اگر میخوای بدانی که آیا در تو خیری هست، آیا عاقبت به خیر هست یا نه، ببین که
قلبت را با چه چیزهای پیوند دادی. و در یک روایت دیگر نقل شد که دو چیز با هم قابل جمع نیست. پیغمبر اکرم فرمود حب دنیا و حب خدا لا یجتمعان فی قلب ابدا، در یک دل این دوتا با هم جمع نمی شود. پس بنابراین همونطور که فضائل و رذائل را نمی شود در یک دل محبتش جمع کرد، اولیای الهی را با دشمنان الهی محبتش را در دل نمی شود جمع کرد، دنیا و آخرت را با هم نمی شود جمع کرد. پس باید مقداری در این قسمت دقت بیشتری داشته باشیم. خیلی خوب، چه از زیبا قرآن مجید فرموده که ما جعل الله لرجل فی من قلبین فی جوفه، خدای متعال دو تا قلب در یک سینه بر انسان قرار نداده که یکی برای دوستی با دوستان خدا باشه، دیگه برای دوستی با دشمنان خدا. خیلی تشکر میکنیم استاد بزرگوار از فرمایشات ارزشمند شما. بینندگان محترم، از همراهی شما تشکر میکنیم. وقت برنامه به اتمام رسیده و باید از خدمتتون مرخص بشیم. موفق و کامیاب باشین در پناه خداوند متعال.